آقای شارگونی، اگر اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحث ترامپ و ایران بشیم، پرسش اول رو اینگونه طرح کنم که اساسا پدیده ترامپ، پیدایش چنین پدیده‌ای محصول چه شرایطی در آمریکا و یا محصول چه شرایطی هست در دوران جدید سرمایه‌داری جهانی؟ آیا شاهد یه دوره جدیدی هستیم؟ آیا یه تحولی داره اتفاق میفته که فردی مثل ترامپ به این مسلحت میشینه؟ نظر شما رو میخواستیم جویا بشیم. بله، واقعیت ماجرا اینه که یه دوره جدیدی فرا رسیده. مثلا از بحران بزرگ اون جهانی سرمایه‌داری که در سال 2007 شروع شد، در 2008 شدت پیدا کرد و بعد اینقدر دوام آورد و اینها، شبیه بحران 1930 و اینها بود، و از لحاظ وسعت شاید بی سابقه بود اصلا یه چنین چیزی که جهانگیر باشه. چون حالا سرمایه‌داری چون جهانی شده، در واقع یک بحرانی در یک کشوری در بگیره و همه کشورهای دنیا رو در هم نورده به سرعت، این یه چیز بی سابقه بود از یه نظر و تکان دهنده بود. واقعیت اینه که دوران جهانی شدن، دوران نئولیبرالیسم، دوران به اصطلاح بازار آزاد، بحران خودش رو نشون میده. واقعیت ماجرا اینه که نابرابری آنچنان بالاست در سطح جهانی اصلا، که حالا نه دیگه چپ ها و نمیدونم مترقی ها و اینها، بلکه میلیاردرهای آمریکایی ابراز وحشت میکنن. یعنی مثلا یه نفری، آدمی، اقتصاددان که آدم البته مترقیه ولی مارکسیست نیست، توماس پیکتی فرانسویه، اون کتاب معروفی که نوشت دو سال پیش و اینها خیلی سر و صدا کرد و اینها، سرمایه در قرن 21، یه نکته ای که مطرح میکنه اینه که مسئله بر سر اصلاح مالیات فزاینده تصاعدی بر درآمد نیست. میگه اگر مالیات تصاعدی بر ثروت نذاریم، قضیه به اصلاح یه جایی منفجر خواهد شد. مسئله چکیده حرفش عبارت از اینه. بعد آدم های خیلی خیلی محافظه کاری حتی مثلا در خود آمریکا کم نیستن، میلیاردرهایشون رو مطرح میکنن جا، وضعیت خیلی بحرانیه. یعنی توجه داشته باشید که حالا در واقع بحران در آمریکا از یه جهاتی زودتر از جاهای دیگه میگن تمام شده، منتها این در عالم خیال هستش. در واقع دستمزدهای واقعی کارگران در آمریکا وحشتناکه. حالا مثلا یک کسی یه نکته خیلی قشنگی رو گفت، گفت حالا در آمریکا اگر بر مبنای اون چیزی که مثلا در دهه 60 و اینها دستمزد، حداقل دستمزد تعیین میکردن، اگه بر اون مبنا بکنن، بالای 20 دلار باید باشه حداقل دستمزد، در حالی که حالا 7 دلاره. در واقع اون چیزی که از در روی کاغذ البته اجرا نمیشه خیلی جاها، از جمله در خود مثلا نیویورک مثلا. ولی یعنی بحران خیلی ماجرای عمیقیه. منتها توجه داشته باشید که وضعیت آمریکا بدترین نیست. منتها اون چیزی که ما امروز سرمایه داری جهانی میگیم، به قول خود چیزا گلوبال کپیتالیزم، این ماجرای سرمایه داری جهانی معمارش آمریکاست و نیروی هژمونش آمریکاست. به این لحاظ در سطح جهانی وقتی بحران شروع میشه، خانه‌ها بحران آمریکا مسئولیتش خیلی وسیع‌تر میشه. تا حدود زیادی در فراز و فرودهای این بحران دیدیم که مثلا فدرال رزرو آمریکا که نرخ بهره رو تا حتی نزدیک صفر بیاره و فلان، اینها هدایت میکرد جاهای دیگر رو. یعنی پولی که از این طریق در واقع تزریق میشد به بانک ها و اینها، در کشورهای دیگه سر و صداش بلند میشد، اثراتش رو میدیدیم. مثلا در ترکیه مثلا خیلی از طرحهایی که همین آقای اردوغان و اینها راه اندازی کردن، در واقع از طریق پول ارزان این چیزها بود دیگه که در املاک و فلان راه میدید. به هر حال یکی از چیزهایی که در آمریکا خودش میشه گفت، میگم بازم تاکید میکنم، آمریکا بحرانی ترین نیست از لحاظ صرفا اقتصادی، ولی حتی از زودتر از اونهای دیگه به اصطلاح از اون چیز بیرون اومد، از ولی از اون بحرانی که در سال 2007 و 2008 شروع شد و اینا. منتها با
بحران در معنای واقعیش مخصوصا در بخش تولید، قدرت مصرفی مردم و تقاضای مؤثر به قول کینز وجود نداره. مردم درآمدشون به شدت پایین اومده. سرمایه‌داری طوریه، درسته که کارگر رو میشه چاپید، ولی کارگر هم نیروی کار هم مصرف کننده نهایی. بالاخره اکثریت جمعیت اگه درآمدشون خیلی پایین باشه، در واقع اون تولید خواهد خوابید، یعنی سود کار سرمایه‌دار هم خواهناها اصلا برباد خواهد رفت، یعنی وصول ارزش اضافی دشوار خواهد شد. مسئله مهمیه. و حالا در واقعیت ماجر که در همه کشورها تقاضای مؤثر خیلی ضعیفه، بنابراین که قدرت مصرفی مردم ندارن، یعنی این که بحران نمیتونه تمام بده، یعنی ما دچار یک بحران خیلی مزمنی شدیم. این رو آدم های مثل سامنر و اینها که مثلا طرف مثلا تئوریسین های نئولیبرال، مدافعان نئولیبرال بودن در دولت کلینتون، در دولت خود همین اوباما و غیره و غیره، مثلا این میگه که در حالت طبیعی اصلا این حالت رکود، یعنی به این سادگی ها حل نخواهد شد، یعنی رکود پایدار هستن اینطوری به اسلام است. اگه اینطوری هستش، با مسئله بزرگی آمریکا روبروست و جهان دیگه هم روبروست. توجه داشته باشیم بحران اقتصاد جهانی که میگیم همه جا بیداد میکنه. همراه با این حوادث ما به وارد یه دوره جدیدی شده ایم، یعنی اینکه چپ هم نیرو میگیره. در خود آمریکا یه طرف ترامپ بود، یه طرف سندرز بود. در انگلیس مثلا یه طرف حزب استقلال انگلیس بود، یه طرف ولی جرمی کوربین بود که در خود حزب کارگر علیهش کودتا کرد، میخواستن بکنن دیگه. حالا دیدید که چه آقای شارگونی، در گذر از نئولیبرالیسم و دوره جدیدی که توضیحشو میدین، آیا نمونه انگلستان را هم میشه نمونه آورد، یعنی تعمیمش داد اون اتفاقی که افتاد به شکلی که وجود داشت؟ دقیقا همون مثال خوبی رو گفتید. برگزیت در واقع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای انگلیس، یکی میگفت که ممکنه حتی 1000 سال بعد هم، یکی از تحلیلگران انگلیسی میگفت، اینو من دیدم در تلویزیون، که میگفت 1000 سال بعد هم این خط همچنان به صورت تاریخی خواهند بود که انگلیسی ها چه اشتباه بزرگی کردن که اقتصاد خودشون رو از اروپا سعی کردن جدا بکنن. اونجا هم یه شورش بود. واقعیت اینه که بخش کارگرانی که در واقع رأی دادن، شورش در واقع ضد خارجی، نمیدونم وحشت از اینکه نیروی کار میاد، نمیدونم میچاپند و فلان و بس، مسئولیت اصلی رو نگرفتن. یعنی واقعیت ماجرا عبارت از اینطوریه. یا همین مثلا فردا ممکنه در فرانسه، حالا همه صحبتش رو میکنن، مارین لوپن مثلا از فرون ناسیونال، جبهه ملی به اصطلاح فرانسه، ممکنه پیروز بشه. حتی نخست وزیر فرانسه امکان نمیکنه، میگه یه احتمال واقعیه. در آلمان برای اولین بار بعد از اون ماجرای فاشیسم و نازیسم و اینها، حالا یک چیز به اصطلاح نیرومند نئونازی، در واقع شبه فاشیستی ظاهر شده، احزاب نیرومندی ظاهر شده. و در تمام اروپا، در هلند مثلا میبینید که چه قوایه، در واقع این اون نئونازی ها هستن که ممکن اون خبرهایی باشه. ممکن در 4 دسامبر که مثلا رفراندوم میخوان بکنن در ایتالیا، برای اینکه نمیدونم اختیارات مجلس سنا رو کم بکنن و فلان، یه بحران این یه طور دیگه ای تکرار بشه. یعنی هم ما در دوره بحران ها زندگی میکنیم و طبیعتا وقتی که چپ ضعیفه، این مسئله خیلی مهمه برای ما، چپ ها خیلی مهمه. این شاعر بزرگ ما شاملوی حرفی داره، این میگه که خطاب به اون نقاش معروف در رودی گفته دیگه، این رو که مثلا سکوت آب معناش چیه، سکوت آفتاب معناش چیه، میگه سکوت انسان فقدان جهان و خداست. واقعیت اینه که وقتی چپ منظورم این نیست که مثلا این یا اون حزب، اون که نیروی اکثریت عظیم جامعه رو، در واقع فریاد اونها رو منعکس میکنه، غایب باشه، واقعیت اینه که دنیا میگندن. این ماجرا اینه که بحران بزرگی، ما با بحران بزرگی رو برست. بنابراین یکی از اولین چیزها مسئله بحرانیه که سرمایه‌داری رو در گرفته و آمریکا معمار این به اصطلاح اقتصاده. نکته دوم، بحران در هژمونی خود آمریکاست. حالا همه جا در خود آمریکا، در جاهای دیگه مدام دارن صحبت میکنن که
هژمونی آمریکا در ملایم ترین حالت میگن ثابیده شده دیگه، آمریکا همچنان بزرگترین قدرت جهانیه ولی دیگه نخواهد تونست این وضعیت رو حفظ بکنه و این رو ملموس میبینیم در خاورمیانه. بحران خاورمیانه به یه نحوی بحران هژمونی آمریکاست دیگه. مثلا توجه بکنیم که یه روزی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم نیمی از تولید ناخالص جهانی رو داشت. حالا تولید ناخالص چین لااقل بر مبنای اون برابری قدرت خرید از آمریکا جلوتر رفته. مثلا اینو در این مورد میتونید مثلا اون فاکتبوک خود CIA نگاه کنید، مثلا لازم نیست که مثلا چیزهای عجیب و غریب بود. یعنی قضیه خیلی مثلا روسیه میبینید که آقای پوتین اومده عملا با چیز مثلا دست پنجه نرمی کنه دیگه، فکرشو بکنید. یعنی و بعد در خود اروپا یک نیروی گریز داره پیدا میشه از آمریکا فلان. اینا هژمونی آمریکا نمیتونه دیگه مثلا این حالت رو پیدا کنه. اینو مثلا اون پال کندی یکی از اون آدم هایی که در مورد سقوط قدرت های بزرگ نوشته بود، یه موقع اواخر قرن 20 میگفت که در واقع آمریکا هم دوران انحطاطش تمام شده ولی حالا یه مدت اینو درز گرفتند و فلان و اینها. ولی واقعیت اینه که آمریکا با هژمونی آمریکا، این که قدرت جهانیه، بزرگترین قدرت جهانیه، این دیگه فرسوده شده، فرسوده. حالا به کجا می انجامه؟ این خودش یه بحرانه. نتیجه این چه هستش؟ یک واکنش، یک رنجیدگی وحشتناک، یک ناسیونالیزم زخمی شده در سفیدپوستان آمریکا و در چیز دیده میشه. این شعار کلیدی ترامپ اینه دیگه، آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد و اینها. آمریکا مگه بزرگ نیست؟ نه، از دست میره، همه میبینن این رو. یعنی در واقع این شباهتی داره به شعارهایی که هیتلر میداد و اینها. البته نمیخوام بگم عینا اینجا فاشیسم میشه چون این دموکراسی لیبرالی جا افتاده تری داره، ولی شعارها شعارهای ایدئولوژی شبه فاشیستیه هستن، درش تردیدی نیست. یعنی ناسیونالیزم خیلی زخمی شده و خیلی فعالی وارد میدان شده و خودش رو به انواع و اقسام مختلف احساس میکنه که آمریکا تحقیر شده در سطح جهان، و حالا که آمریکا خودش دنیا رو به این روز انداخته. مسئله دیگری که هستش واقعیت اینه که تنها فرهنگ آمریکایی فرهنگ واقعا از یه نظر باشکوهه ولی از یه نظر چیزهای منحط وحشتناکی داره. فکرشو بکنید یه نجات پرستی اوریان در هیچ کشور بزرگ مثل آمریکا وجود نداره. مثلا اعتقادات مذهبی خیلی فعال در یکی کشور پیشرفته سرمایه داری اینقدر فعال نیست. من یادم که حدود 10 سال پیش این پیو سنتر، مرکز نظرخواهی اصلاحی در آمریکا هستش، نظر گرفته بود که در واقع الگوی برخورد آمریکایی ها با مذهب دین نزدیکترین چیزش مثالش رو در بنگلادش میشه پیدا کرد. چون سوالهایی که پیش شده بود این بود که آیا کسی که اعتقاد به خدا نداشته باشه میتونه آدم خوبی باشه؟ چقدر در بنگلادش گفته بود نه، چه این آدم مثلا نمیتونه آدم خوبی باشه، حتما آدم خبیثیه، آدم وحشتناکیه. آمریکاییام اینقدر بالا بود مثلا چیزهاشون. این تناقضات وسعت پیدا میکنه. مثلا مسئله سقط جنین و بنابراین زن ستیزی و اینها در اون یک بخشهایی از آمریکا مخصوصا در سفیدها یا ضد مهاجر بودن، گویا اصلا مشکل آمریکایی ها ملتی هستن که مبنای قومی واحدی ندارن، ملت مهاجران هستن. منتها حالا توی صحبت میکنن که مهاجران دارن بارا میکشن، همه تو مهاجر داخل. بعد حالا لاتینوها بدترین دشمن شد. لاتینوها رو هم ترامپ ابدا نکرده. ساموئل هانتینگتون یا تون باش همون که جنگ به اصطلاح تمدنها رو نوشت، اون بعدا یه کتابی نوشت Who are we؟ ما چی هستیم؟ گوه ما آنگلو ساکسون ها، فرهنگ در واقع پروتستانی و بقیه چیزها، لاتینوها با ما نیستن. اصلا خیلی مسئله مهمی. یا اسلامی ها خطرند و فلان. این تناقضات در فرهنگ آمریکایی عمق بیشتری پیدا کرده. حالا میبینید که ترامپ اومده اینقدر با تحقیر با مسلمان ها صحبت میکنه، با نمیدونم مسلمان خودشون قربانی در واقع این جهادی ها فلان هستن یا اون نیروهای تاریک اسلامی هستن. بیشترین رو
اینها کشته میشن در واقع. اینجا مسلمون ها رو اینطوری بگیرید و فلان، یا مثلا لاتینوها اینقدر گند و کثافت و فلان و بهمان هستن، بیچاره ها کار میکنن، کار وحشتناک به آمریکا پول میارن، یعنی مسئله دیگه. ولی این عمیق‌تر شدن بحران آمریکا، اون چیزی که یه موقعی گونار میردال یه کتاب باشکوهی نوشت واقعا که معمای آمریکایی، امریکن دایلما، این که در آمریکا چرا اینقدر این نژاد پرستی ضد سیاه بودن تداوم پیدا میکنه. جوابی که میداد این بود که اینها فقیر هستن، فقیر نگه داشته شدن. در هیچ کشور دنیا از زمانی که حق رأی شروع شده، دموکراسی شروع شده، تا زمانی که حق رأی عمومی برقرار شده، طولانی تر از آمریکا نبوده. یعنی 120 سال طول کشیده که از زمانی که آمریکا اون اعلام کردن در اعلامیه استقلالش ما مردم ایالات متحده آمریکا، تا زمانی که در دوره لیندن جانسون در واقع گفتن که به طور مؤثر حق رأی عمومی همگانی شد، 120 سال طول کشید. این چیز کمی نیست. این مسئله یه تناقضی در فرهنگ آمریکایی است. میگم که از یه نظرهای چپ آمریکا واقعا یکی از پرنفس‌ترین چپ‌های دنیاست. از یه چیزهای مثلا زنان آمریکا پیشرو فمینیسم جهانی بودن. ولی تناقضات رو باید ببینیم. در هیچ جای دنیا سقط جنین رو نمیدونم بوم نگذاشتن که نمیدونم کلینیک‌ها سقط جنین رو منفجر بکنن. این یه چیز عجیب و غریبیه. حالا این در نتیجه این بحران ها به اصطلاح تشدید شده. این که رابطه اینها چه هست؟ من به نظرم بحران سرمایه داری وقتی که میشه این یکی ها میزن از این بر اون بر به بیرون دیگه، نه که اینها حتما زیر مجموعه اون از در به سطح اقتصادی تنزل بدیم، ولی واقعیت این که این مسئله خودشو نشون میده. آقای چالگوش، در پرتاب این بررسی که کردیم به ویژه در ارتباط با بحران جهانی سرمایه‌داری، نظرتون راجع به این انتخاب آقای ترامپ و مبارزات انتخاباتی که داشتن با هیلاری کلینتون، خب نظرتون در مورد کلینتون چیه؟ یعنی تفاوت‌ها رو در پرتو اون بررسی که می‌کنین، اختلافات این دو نفر رو چه می‌بینین؟ واقعیت اینه که می‌بینید که خب به هر حال آمریکایی‌ها مخصوصاً پایین‌های آمریکا، درآمدهای پایین در آمریکا به کلینتون رأی دادن. یعنی این اشتباه که آدم به چه ترامپ کارگرا رأی دادن، ولی کارگرای سفید زیاد بودن، طبقه متوسط سفید زیاد بود، میلیاردرها هم زیاد بودن، چون اونا جشن گرفتن. هیلاری کلینتون چنین نبود. منتها هیلاری کلینتون مدافع وضع موجود بود و یکی از این روزنامه‌نگارای چپ خیلی عالیه که من خیلی طرفدارش هستم و میخونم مقالاتشو، جورج مونبیو، دیروز پریروز بود یادم میاد که یه مقاله نوشته بود، اونجا یه چیز قشنگی رو گفته بود. گفت هیلاری کلینتون رو ترامپ شکست نداد، شوهرش بیل کلینتون شکست داد. یعنی اون گندکاری هایی که در دوره او شروع شد، این جهانی شدن، اون راه سوم فلان بهمان که سر بیل کلینتون در آمریکا، تونی بلر در انگلیس و اینها که نمیدونم به نام دموکراسی فلان و بهمان یک کارهای گند کاریهای کردن، اونها هستن که امروز جواب میدن، اونها هستن که امروز نتیجه میدن. اون شورشی که هستش، آیا مثلا که ترامپ چیزهای وحشتناکی داره که خب در حرف و فلان واقعا میزنه دیگه به بیرون، به نئوفاشیسم و فاشیسم و فلان از نظر ایدئولوژیک در واقع تسری پیدا، ولی آیا مثلا هیلاری کلینتون واقعا راهی برای پایین داشت؟ نه، واقعیت اینه هیلاری کلینتون در واقع این تصادفی نبود که انتخابات این دفعه آمریکا به جای اینکه روی پلتفرم ها باشه از هر دو طرف روی فحش به این اون بود و فلان و اینها، این شوخی نبود که. برنامه ای در کار نیست. مگه میشه برنامه ای داشت؟ برنامه اینه که به بنبست رسیده مسئله، بایستی خیلی کارها را به هم بزنن. مثلا اوباما چه میگفت که هیلاری کلینتون از من و شوهرش هم مناسب تره، بدید چه کار کرد؟ مثلا این قرارداد به اصطلاح شراکت پاسیفیک رو گذاشت، چه هسته؟ یا شراکت ترانس آتلانتیک رو میذاره. در واقع این جهانی شدن رو، یعنی دولت ها رو زیر کنترل شرکت های فراملیتی میذاره، اصلا داغم میکنه ماجرا رو، یعنی بیشتر به اصطلاح وضع رو خرابتر میکنه. یعنی اینها هستن که ترامپ رو به وجود آوردن. اصلا یعنی نمیشه گفت که
ترامپ همینطور از آسمان نازل شد. ترامپ اومد اعتراضی رو مطرح کرد، اعتراضی که البته بیچاره خواهد کرد قربانیان رو. در واقع میدونید که فاشیسم میتونه در واقع از نیروی چپ قدرت بگیره، نه که ترامپ به اصطلاح هیلاری کلینتون چپ بود، منتها نیرویی که اگر دیدید چه حقبازی ها و توطئه هایی کردن که جلوی ساندرز رو بگیرن در حزب دموکرات، اگه اون گند کاری ها و کثافت کاری ها نمی شد، شاید وضعیت اینطوری نمی شد اصلا. بله بینندگان عزیز، تقاضامون اینه که در اثنای این گفتگو با ما تماس تلفنی نگیرین و به خاطر اینکه امکان پاسخگویی به تلفناتون رو نداریم، مگر اینکه بخواین پیغام بذارین و بعداً بهتون برمیگردیم و از نظراتتون بهره‌مند میشیم. آقای شالگونی، همون گونه که میدونین در انتخابات اینچنینی همیشه شعارهایی طرح میشه که شعارهای انتخاباتیه، یعنی الزاماً زمینه عملی نخواهد داشت برای بعد از انتخاب شدن، در واقع برای تطمیع اون رای دهنده ها و یا اون به نوعی تحمیقشون. ترامپ اکثر شعارهایی رو که طرح کرده به ویژه در مورد رابطه با ایران خیلی چالش برانگیزه. با این وجودی که ترامپ چه قبل از انتخاب و چه بعد از انتخاب که الان به نوعی گفته میشه آقای جولیانی و یا اخیراً میت رامنی احتمالاً نامزد کسب ریاست وزارت امور خارجه خواهند بود، در واقع اکثر کسانی که در ارتباط با توافق هسته‌ای با ایران نظر کاملاً مخالفی دارند نسبت به دولت اوباما. با این وجود در ایران هم خیلی از این مسئله استقبال شد، یعنی هم از انتخاب ترامپ به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه و هم به ویژه بعد از انتخابش به ریاست جمهوری از طرف بخش زیادی از سران رژیم دفاع شد و خیلی خرسند بودن از این انتخاب. حالا اگر اون شعارهای انتخاباتی شو رگه هایش رو ازش بگیریم، ولی در ارتباط با ایران سیاست هاشو چگونه تدوین خواهد کرد و این چه تأثیری در ادامه اون توافق هسته‌ای خواهد داشت؟ من قبل از هر چیزی بگم که خب خیلی از اونهایی که مثل ترامپ هستن و بدتر از ترامپ هستن خب ابراز خوشحالی کردن. دیدید که مثلا از پوتین گرفته تا مارین لوپن تا نئوفاشیست‌های هلند و همه جا دیگه، دیدید که این چیزه، یعنی یه چیز عمومی دیگه شده. و رهبر با بصیرت جمهوری اسلامی هم که خب قبل از اینکه حتی انتخابات بشه خیلی روشن ترجیح میداد این رو، و هر جایی که او سکوت میکنه که بعد از انتخابات هم گفت ما نه عزا میگیریم نه فلان میکنیم و اینها، خب اون دور و بری هاشون سپاه و جهاد و نهاد هیچ خوشحالیشون رو بیان میکنن. این دلیل روشنی داره. دلیلش اینه که اونها یه چیزهایی میبینن که فرصتهایی رو به دست میده، و مهمترین اونها رو در یک چیز میشه خلاصه کرد، اون عبارت از اینه که وقتی که سایه دشمن در دروازه کشور باشه، خطری رژیم رو تهدید بکنه، جمهوری اسلامی راحت تر میتونه این سیستم ولایت رو حفظ کنه. اصلا حکومت ها اینطوری فاشیستی و اینها همیشه یه دشمن لازم دارن. یعنی اگر روابط بهبود بشه، مثلا اگر آقای با بصیرت هردا بگه به جای اینکه علیه آمریکا شعار بدیم در نماز جمعه فلان و بهمان، مثلا خب روابط عادی داشته باشیم، چون خب مثلا شما هر قد هم مثلا انقلابی باشید، حالا انقلابی تو گیف میگم، خب از فیدل کاسترو چه قدیمی تر چه نیستید، میبینه که در کوبا خیلی اشتیاق هم داشتن روابطشون رو عادی کنن با آمریکا، چون واقعا اونها هم نمیخوان تسلیم بشن. یا ویتنامیا دیدید که حتی در این مثلا پیمان ترانس پاسیفیک هم مثلا میخواستن که شریک بشن دیگه، مثلا تو چیزا. و مسئله نیست که حتما هر کشوری که با آمریکا کنار اومد حتما نوکر آمریکا شده، یه چنین چیزی که نیست. مسئله اینه که روابط عادی میتونید داشته باشید با آمریکا یا نه. خب اگه اینطوری بشه، این سپاه و جهاد و نهاد، چاوچش ها، آسید پاشا و فلان بهمان، اینا رو چطوری میشه فرستاد بسیج کرد و اینقدر امکانات کشور رو بهشون چی کرد؟ یه نوع در واقع این که دستگاه ولایت در واقع لازم داره چیزی رو. و از این وحشت دیدید که مثلا حتی رهبر با بصیرت یه چیزی پیدا که گفت حتی این مبنای قرآنی داره مخالفت با آمریکا،
دقت کنید، حتی خود این آدم قبلا میگفت که نه با آمریکا میتونیم به اصطلاح چی بکنیم سر جاش، من خودم خواهم گفت که رابطه بذاریم یا نذاریم، این بعد یه عده‌ای از داخل رژیم که میگفتند و فلان. مسئله ای که وجود داره اینه که اینها لازم دارن چه این چیزی، آمریکا نباشه یه چیز دیگری رو باید درست بکنن دستن. اسرائیل رو خب دائمی دارن اونجا و اسرائیل هم به حد کافی نجات پرست و فلان البته هست که اصلا اینو داشتن، ولی مسئله اینا خودشون کمتر از اسرائیل نجات پرست نیستن، که مسئله بارت از اینه که دشمنی باید باشه در سایش، منتها واقعیتی که میترسن و اینو نشون نمیدن اینه که اگر سایه بیشتر بشه ممکنه خطرناک باشه، سنب پرزور باشه خطرناک باشه. چرا؟ ترامپ دیدید که گفت که این کشتی های بزلا این قایق های تندرو که میومدن دور و بر کشتی های آمریکا فلان، گفت من به نظرم باید اینا رو بزنن و داغون کنن و فلان. و فکرشو بکنید که بزنن داغون بکنن جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه؟ هیچ. در زمان ریگان مگه نزدن سکوهای نفتی ایران رو؟ چه کار کردن؟ همین بازی ها رو همون موقع در جنگ ایران عراق مینداختن که کویتی ها از آمریکا خواسته بودن، آمریکا هم اینو بهانه قرار داده بود که نیروهاشو آورد دو چیز، اینا قایق های همون تندرو و فلانشون رو بهمانشون رو انداختن تو چیز، حتی مینهای به اصطلاح چیز هم گذاشتن و اینها. این باعث شد که آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردن اون ضربات رو زدن دیگه، دیدی هیچ کاری هم نتونست، آخرش مجبور شدن که جام زهر رو بنوشن دیگه. منظورم اینه که خیلی پرزور باشه، نگرانن و در این حال هارت و پورت هم میکنن به نظر من. من اولین نکته هم پس عبارت از اینه. مسئله دوم اینه که اینکه چه خواهد شد، واقعیت اینه که در چنین شرایطی ناشناخته ها زیادن، آدم سنگ به غیب اندازه که چطور خواهد شد زیاد مبنا نداره، ممکنه درست در بیا شیر و خط بگی یا ممکنه درست در نیاد، بنابراین اینه که اون خیلی چیز مهمی نیست. منتها من به نظرم بایستی فرض و متد بررسیمون باید این باشه که فرض کنیم که هر دو طرف، هم آمریکا هم ترامپ و هم جمهوری اسلامی آقای رهبر، عقلانیت ابزاری دارن، یعنی در واقع منافع خودشون رو تشخیص میدن که چه باید بکنن، و اگه این طوری باشه قاعدتا یه طور خاصی حرکت میکنن دیگه. اگر بر این مبنا حرکت کنیم، من به نظرم وضعیتی که حالا هستش اینا میتونه راهنمایی بکنه ما را که چه هستش. واقعیت ماسلا اینه که حالا در سطح خاورمیانه، حالا هر چی بیاد در آمریکا، جمهوری اسلامی و خاورمیانه مناطق زیادی هستن در خاورمیانه که اشتراک منافع دارن، یعنی مناطق مثلا ببین افغانستان، پاکستان چقدر در افغانستان مزاحم طرحهای آمریکاست، ایران چقدر مزاحمه، پاکستان که متحد آمریکاست بیشتر مزاحمه، جمهوری اسلامی مزاحم نیست اونطوری. بعد در عراق در واقع در یه جبهه می جنگن جمهوری اسلامی و به اصطلاح آمریکا در مثلا موصل یا جاهای دیگه، البته با هم دیگه نه که متحد هستن، ولی در یه جبهه می جنگن. در سوریه دیدید که اوباما عملا سیاستی رو پیش می بود که در واقع دولت اسد رو براندازیش، اونطوری هم نمیشه به اصطلاح راحت براندازی کرد، به یه نحوی داعش و اسلامی های سلفی رو خطر بزرگتر میدید. حتی اروپایی ها بعضی هاشون مثل کامرون نمیدونم اولاند و اینها که هارت و پوت میکردند و فلان، وقتی که بمب ها در اروپا منفجر شد و بعد موج مهاجرین ریختن به اروپا، اونا هم حالشون جا اومد. دقت بکنید این ماجرا رو. بنابراین که آمریکا و روسیه در سوریه همکاری، عملا همکاری میکنن، البته با فحش و بد و بیراه به هم دیگه. ولی یه نکته ای رو نباید فراموش کرد، ترامپ کسیه که شاید تنها کسی بود که یه جمله ای رو که در واقع حرف ممنوع است در بین سیاستمداران ارشد آمریکا، اونو گفت. اونه بارت از اینه که اگر روسیه و اسد و جمهوری اسلامی میتونن با داعش مبارزه بکنن و بذارت بکنن، چه حالا ما چرا باید مزاحمشون بشیم؟ این رو در واقع یک حالا بیکلگی میخواهید بگید یا صراحت لهجه میگید یا اندیشه فاشیستی میگید، هرچی میخواهید بگید، ولی در هر حال این ترامپ اینو گفته، یعنی اشتراک منافع دارن. یا در عربستان سعودی همین الان در یمن یه کشور 30 میلیونی رو در واقع با خاک یکسان میکنه و طبیعتاً
آمریکایی‌ها نگران هستن. مثلا اوباما خودشونو به نحوی بیان کرده، بایدن بیان کرده، جان کری بیان کرده، مثلا اینا ناراضی هست. منتها به دلیل اون بحران هژمونی خودشون در عین حال در کنار عربستان سعودی وایستادن. همین فردا اگر از مثلا مهاجرین یا بمبگذارها از یمن سرازیر بشن به جاهای دیگه، اونو میدونه که خیلی کار آسانی نخواهد بود. بنابراین که در این جاها اشتراک منافعی دارن. این یه اولین مسئله است که خب چرا یعنی بیشترین تضاد ضرورتا در حال حاضر در لحظه حاضر با جمهوری اسلامی نیست. این یه فاکتوری که باید توجه کرد. فاکتور دوم عبارت از اینه که اولویت آمریکا و البته به طریق اولا اروپا، اتحادیه اروپا و کلا اروپا مبارزه با اسلام سلفی و اسلام جهادی که حالا دیگه داره به اصطلاح که آثارش کشیده شده به اروپا و حتی به آمریکا. بمبگذاری‌ها می‌بینید به آمریکا میرسه دیگه. خب در این حالت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خطری نیست. نه که جمهوری اسلامی دولت تروریست پرور نیست، نه، جمهوری اسلامی تروریسمش تروریسم دولتیه. یعنی مثلا حزب الله رو داره، خیلی کنترل شده است. حزب الله یه دولت در واقع با فرمان اینها کار میکنه. وقتی مثلا در برلین مثلا در چیز میکونوس آدم کشتن، خب تروریسم دیگه، تروریسم چه شاخودم نداره، ولی اون با دستور رهبر این کار رو میکنن و مالیات هم میدن دیگه. ولی در مورد سنی ها افسار گسسته است. یعنی عربستان سعودی حالا دیگه نمیتونه کنترل خودش پرورونده و وهابیز پرورونده که از کنترل خارج شده. و یادمون باشه که بخش اعظم حالا تروریسم اسلامی که میگن تروریسم در واقع وهابیه، از نیجریه گرفته تا مثلا اندونزی، هر جا که تروریست های اینطوری اسلامی حرکت میکنن، بنگلادش فلان بهمان، در واقع به یه نوعی اسلام سلفی رو نمایندگی میکنن که آبونانشون در وهله اول در قدیم ها اوایل لااقل به وسیله سیستم وهابی تامین می شده. این چیزی بود که اوباما در اون مصاحبه آتلانتیک اینن گفت دیگه، ماهنامه آتلانتیک سراحت با سراحت گفت دیگه اینو. خب بنابراینه که این هم باعث توجه جمهوری اسلامی توجه کنه. شیعه ها یک دهم کل جمعیت مسلمان هستن. در ایران هم کسی نمیره فعلا، الحمدلله که دویه کسی عملیات انتحاری نمی کنه. ایرانی ها یه مقدار جلوتر از این هستن، چون شاید من ناسیونالیزم منه که منو تعریف میکنه که اینو اینطوری بگم، ولی خب نشانه هایی هم دیده نشده که ایرانی ها خیلی دوی عملیات انتاشیه بنیادگرایانشیه مزاحم خود ما هستن تا اینکه مثلا آسید میپاشن، ولی نه اونطوری چی نمی کنن که مثلا در جاهای دیگه. بنابراین اینه که این هم یه عامله که باعث دید، یعنی ما از این نظر برگشته ایم به دوره شاه بیمه. اگر تروریسم سلفی فعال شده و غرب مونده دستش که چه کار بکنه و بعد مهاجرین وحشتناک، موج مهاجرین در از خاورمیانه که در همسایگی اروپا سرازیر میشه به اروپا، در اروپا بحران تولید میکنه و تروریسم اینطوریه، مسئله اروپا و آمریکا این باید قاعدتا باشه که یه وزنه متعادل کننده ای از شیعه در مقابل سنی ها داشته باشه. اینو صراحت ممکنه ندن، در دوره شاه اینطوری بود، از شاه در مقابل ناسیونالیزم مترقی عرب استفاده میکردن. اینجا ما بیان که به اون صراحت باشه برگشته ایم به این ماجرا. حتی اینو بعضی ها مثلا این دو صراحتن، حتی با صراحت بیشتر هم اینو بیان کردن. این هم یه نکته ایه که بایستی بهش توجه کرد، که یعنی این هم یه عاملیه که به اصطلاح چیز. بعد نکته بعدی عبارت از اینه که براندازی جمهوری اسلامی، براندازی نظامی طور که مثلا رفتن عراق و اینها رو گرفتن، حالا در دستور کار آمریکایی‌ها نیست. توجه داشته باشید، اما علارغم به همه هارت و پورت هایی که ترامپ کرد، راجع به سرنگونی جمهوری اسلامی هیچی نگفت. یا همین مایکل لوین، که مایکل فلین که همین چه شده مشاور امنیت شورای امنیت ملی، که آدم وزلا مثل مثلا سوزان رایت مثلا ترامپ خواهد بود، یا آدم خیلی هاریه دیگه، علیه ایران هم هست، منتها میگه که ما نباید مداخله نظامی بکنیم. مداخله نظامی اشتباه بود، در عراق هم اشتباه بود فلان.
از طریق سیاسی، از نارضایی مردم علیه رژیم که جمهوری اسلامی نتونسته پاسخ بده و نمیتونه پاسخ بده استفاده باید بکنیم. این نکته مهمیه، یعنی توجه داشته باشید که شکست براندازی نظامی، مداخله نظامی در افغانستان و عراق که خیلی کوچکترن و ساده تر اون را چیز کردن تا در یک کشور درشتی مثل ایران که اون موقع نئوکانا میگفتن مردان واقعی به تهران میرن، اول وقتی که میخواستن عراق رو اشغال کنن، باید که برانداختن ایران ممکنه تمام منطقه رو اصلا به هوا بفرسته، به این سادگی ها نیست. بعدن که برانداختن دیدیم که برانداختنش آسونه، اون به قول خودشون نیشن بیلدینگ خیلی دشواره به اصطلاح، اینکه یعنی یه چیزی جاش بذارن همه چیز جواب نمیده. در ایران هم یه مای کشور چند ملیتی، چند زبانی، چند فرهنگی داریم و بعد ناسیونالیزم ایرانیان، ناسیونالیزم جا افتاده ایرانی ها اولین کشوری هستن شاید در خاورمیانه، فقط ترکیه با قابل مقایسه است در این مورد و تا حدی مصر در خاورمیانه که در واقع به یه ملت تبدیل شدن در انقلاب مشروطیت. در واقع ملت به معنای تکنیکی کلمه، یعنی اون جامعه تصوری ایمجند کامیونیتی، در واقع ایرانی ها خودشون رو یه ملت میدونن. این خیلی آسان نیست که ایران رو مثلا ماجر با مقاومت روبرو نشید، مثلا نیروی نظامی فلان بفرستید و بعد هر طوری که دلتون میخواد دستکاری کنید و میتونه بزنه خیلی چیزها رو در اساس ترین منطقه استراتژیک جهان، اونم در کشوری که یه پاش در خزر یه پاش در خلیج بتونید به هم بریزید. به نظر ظاهرا دیگه اصلا در دستور کار نیست کسی این رو در و درست بر مبنای این بود که اوباما اومد مسئله مذاکرات رو مطرح کرد از لحظه اول، ولی این تاکتیک، این به اصطلاح استراتژی فقط دموکرات ها نیست، جمهوری خواه هم حتی بعضی از مشاورانی که الهام بخش اوباما بودن از استراتژیست های جمهوری خواه بودند و اینا، یعنی این اینطوری نیست که یعنی باشید. بعد بنابراین که براندازی وقتی در دستور نیست، اینو باعث نیست که چه خوب اینو به هم بزنید چه چکار میخواهید بکنید. این نکته خیلی به اصطلاح مهمیه که باعثی بهش توجه بشه. بعد نکته دیگری که هستش اینه که حالا متاسفانه از برکت جمهوری اسلامی آمریکا، ایرانی ها یه روزی از اونهایی بودن که نفت ما اولین کشوری بودیم در دنیا که در واقع جنبش علیه نئوکولونیالیسم پرچمش رو برافراشتیم در تحت رهبری دکتر مصدقمون. منتها حالا چون جمهوری اسلامی ضد آمریکایی است، ایرانی ها در دشمنی با اون در بین همه ملت‌های مسلمان در نظرخواهی‌هایی که میشه کمتر از همه ضد آمریکایی هستن مردم عام ایران. این خیلی جالبه دیگه. یک ملت 80 میلیونی رو آمریکایی‌ها حالا همه کتاب‌هایی که می‌نویسن، همه تحلیل‌هایی که می‌کنن، اون استراتژیست‌هاشون دارن، این رو میشه دید دیگه. خب اگه این طوری هست متوجه ماجرا هستن که در کاخ سفید مثلا عید نوروز رو هم حتما باید جشن گرفت و فلان کرد و بهمان کرد، چرا باید یه ملت 80 میلیونی رو که با شما هم دوش مثلا در نظر خواهی بکنید در کنار ما در ترکیه و در پاکستان ضدیت با آمریکا در بین مردم خیلی بالاتر از ایرانه امروز، چرا باید این ملت رو بیارن دیگه به روزی بندازن که اصلا دیگه مثل عراقی بشه که آواره دشت و بیابونا بشه، یعنی این دشمن بکنن برای خودشون؟ این به نظر نمیاد عقلانی باشه. مسئله دیگری که به نظر من مهمه و خیلی کلیدی هستش، اروپا در ماجرای برجام و علاوه بر برجام در رابطه با ایران سیاستی داره که عیناً سیاست آمریکا نیست، حتی در دوره بوش هم نبود. یادتون باشه شیراک، آلمان، کورفل، اونای دیگه مخالفت‌های جدی کردن باشه. و بعداً اوباما که اومد در واقع هم نوایی ایجاد کرد بین اروپا و آمریکا و حتی روسیه و چین و اینها، سعی کرد اجماع جهانی درست بکنه، تونست فشارهای زیادی بر جمهوری اسلامی وارد بشه. اروپا مخصوصا با آمدن ترامپ، مخصوصا بعد از برجام و اینها، گشایش امکانهای تجاری فلان و اینها، اروپا فاصله اولا میگیره، ثانیا
بحران اقتصادی هست، بازار ایران میتونه قابل توجه باشه. مثلا حتی سرمایه گذاری فقط در نفت و گاز ایران میتونه خیلی مهم باشه برای اروپا. میتونه لااقل اروپا از طریق سرمایه گذاری روی ذخایر گاز ایران، استخراج اینها، انحصار صدور گاز رو که حالا در دست روسیه است، اون فروشنده بزرگ بزلاچه تقریبا حالت انحصار داره، چون نزدیک به 40% گاز مصرفی اروپا رو در واقع روسیه میده و بنابراین که میتونه شانتاژ بکنه و اینها، جمهوری اسلامی میتونه باش یه حالت رقابتی داشته باشه. چرا بایستی این سرمایه گذاری های نسبتا بزرگ و فلان رو به هم بریزن؟ اینو به نظر من بایستی، و وقتی اروپا اینطوری نباشه، خب قاعدتا برای آمریکا هم خیلی راحت نیست. توجه داشته باش جمعون در 8 و 9 همین ماه نوامبر در بروکسل یه جلسه بود از نمایندگان جمهوری اسلامی و مثلا نمایندگان اتحادیه اروپا دیگه، شورای مثلا اتحادیه اروپا که در واقع سیاست خارجی رو تنظیم کنند، که اونطوری که گزارش ها شد یعنی پیشرفته های بزرگی کردند و فلان، در یعنی در مذاکراتشون در جهت اینکه برن جلو. یا مثلا در 25 اکتبر پارلمان اروپا یه گزارش رهنمودی داد که مثلا با ایران میشه این کارها رو کرد، و گویا حالا دارن 28 کشور اتحادیه اروپا این کارها رو میکنند و اینها اتحادیه او. بنابراین که این خیلی مسئله آسانی نیست برای چیز. مسئله دیگری که خیلی مهمه وارد از اینه که برجام رو ممکنه به هم نزنه ترامپ و حتی بعدا تغییر پیدا بکنه ماجرا، ولی حتی ممکنه از طریق دیگه وارد بشه. اینا رو نمیشه از حالا گفت، ولی این که طرز کنیم که ترامپ یه آدم دیوانه ایه که عصبانی حرف میزنه، عصبانی فکر کنه، این اشتباهه از نظر متد، اشتباهه به نظرم. و در داخل جمهوری اسلامی هم توجه داشته باشیم که رهبر بلافاصله بالاخره بعد از 12 سال که هارد پورد انرژی هسته حق مسلم ماست و غیره و غیره، آخرش دیدن راه دیگری نیست، داشتن متلاشی میشد اقتصاد ایران. و حالا هم اقتصاد ایران در حال فروپاشیه. علل قاعده جمهوری اسلامی بزرگترین مسئلهش اینه که چطور میشود جلو انفجار مردم رو گرفت. ایران حالا در وضعیت ایران، داخل ایران رو دارن میگن، رابطه مردم با حکومت رو دارن میگن، هر چیزی که جمهوری اسلامی میکنه مردم عکسش رو میکنن بابا. و اقتصاد میبینید همین مثلا تحریم های مثلا انرژی هسته‌ای، مثلا هسته‌ای برداشته شده یا اینکه داره برداشته میشه، برای رسما برداشته شده، ولی اقتصاد ایران تکان نمیخوره با معضلات بزرگ. واقعیت هم اینه که اساسش تحریم ها نیستن، یه معضلات. و بعد میبینید که اینها میرن فوق‌العاده جلوی خود خامنه‌ای جلسات اضطراری میذارن در مورد به اصطلاح مصیبت های اجتماعی، نمیدونم فحشا، تنفروشی های حتی کودکان، نمیدونم اقتصاد که فرو میریزه، گرسنگی که هستش، محیط زیست، اصلا بیداد میکنه ماجرا، حالت انفجاریه. جمهوری اسلامی خیلی نگاه نکنید به اون هارت و پودشون. مردم ایران مردمی هستن که حالا به توجه باید داشته باشیم اینو. من مثلا نسل من، شما ها جوانتر از من هستید، ولی نسل من جوانان دهه 40 اون موقع من یادمه که ما فکر میکردیم هیچ، رکود بزرگترین مسئله بود، سکوت خفقان بزرگترین مسئله ما بود، یعنی هیچ کس صدایی ازش بر نمیمد. از اواخر دهه 40 چیزی اصلا دیده نمیشد دیگه. و حال اون که حالا دقت کنید نزدیک 40 سال داره میشه، آیا اصلا سکوتی در ایران مشاهده کرده اید؟ چنین چیزی نیست. ایران یه بشکه باروته، یعنی اینکه جمهوری اسلامی نتونسته مردم رو مهار بکنه. مردم اجازه بدین یک ذکر تاریخی، یعنی یه تشابهاتی که هست اگر دقت بکنیم یه سناریو دیگه هم میتونه انجام بگیره، فارغ از اینکه بخوایم پیشگویی بکنیم. دوره ریگان و به ویژه تو اون اثنای آزادسازی گروگان ها توافق صورت گرفته بود،
ایران کانترا دوره ریگان اتفاق افتاد. یعنی پشت پرده فارغ از اینکه چه جملات درشتی نثار همدیگه میکردن، این توافقات صورت گرفته بود. الانم با توجه به اون اشتراکاتی که هست به ویژه در زمینه مسائل خاورمیانه و جنگ سوریه عراق، همونطوری که خودتونم به درستی اشاره کردین، به نظر میرسه که امکان این توافق وجود داره، و یا برعکس توی زبان دیپلماتیک اون بین سطور رو اگر بخواد آدم بخونه میبینه که به نظر میاد حتی توافقاتی صورت گرفته در ارتباط با این مواردی که شما صحبتشو کردین. تا چه حد با این گفته موافق هستین؟ البته به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم، فکر کنم دو سه دقیقه بیشتر وقت نخواهیم داشت. میکروفون باشه. دقیقا من تصاحبم مقایسه خیلی خوبیه. ریگان اون موقعی که مداخلاتی میکرد، مثلا گرانادا را حتی در نظر، گرانادا چه کار کرده بود؟ چه تهدیدی بر آمریکا بود؟ اون نفسش از جای گرمی در میومد. آمریکا حالا دیگه در اون وضعیت نیست. آمریکا اون وضعیت رو نداره که بتونه، نمیدونم، آمریکا با بحران بزرگی روبرو هستش در سطح جهانی. در چنین شرایطی به نظر من هر قدم هارد بود باشه باید ببینید در عمل چه میکنن. همون که گفتید دیگه، بالاخره معاملات ایران کنترا و فلان و بهمان رو در همون دوره انجام دادن دیگه، که در جمهوری اسلامی هم که خمینی که نابغه ای بود برای خودش واقعا یه حرفی میگفت، گفت آقای کارتر بدترین رئیس جمهور آمریکا. این نشون میداد که اصلا از تاریخ آمریکا هیچی نمیدونه. واقعا کارتر در بین رؤسای جمهوری آمریکا لااقل از جنگ جهانی دوم از همه ملایم در بود، بدترین رئیس جمهور آمریکا. بعدن که فرداش که ریگان اومد و در شکست کارتر اینا نقش داشتن، در واقع اولین کاری که هول هولکی کردن اصلا دیگه صحبتشو نکردن، زود به اصطلاح اونایی رو که اسیر گرفته بودن آزاد کردن. یعنی همین معاملات ممکنه در همین شرایط هم صورت بگیره. علاوه یه نکته ای رو هم باید توجه داشته باشید، اون طرف خلیج، جنوب خلیج، این اسلامی ها، عربستان سعودی و اینا اصلا کلا هر دو حزبی شده در آمریکا. یعنی به این سادگی نیست. مسئله عربستان سعودی مسئله است، مسئله وهابی و سلفی مسئله است. بنابراین که امروز اونها هم از یه نظری جمهوری اسلامی خوشحاله که ترامپ و طراحانش با عربستان سعودی بد هستن، و حتی ممکنه بعدا بد نباشن، ولی این وضعیت مهمیه باید توجه کرده. آقای شالگونی، دوستان اشاره میکنن که وقت ما تموم شده و امیدواریم که در برنامه های دیگه باز هم در این مورد و مباحث دیگه باهاتون به گفتگو برسیم. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. زنده باشید رفیق سیامک قبادی عزیز. تشکر میکنم از شما و همه رفقای زحمتکش تلویزیون دریچه و خداحافظی میکنم از بینندگان عزیز. زنده باشید. بینندگان عزیز، هر کجا که هستین، شب و روز خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنیم.